یک زن در بادغیس همسر و پسرش را تیرباران کرد. مردی در قندهار همسر خود را به دلیل گیری کودکش با تبر به قتل رساند. ترامپ از طالبان به دلیل حمله نکردن به سربازان آمریکایی قدردانی کرد. ادعای جبهه آزادی چهار جنگجوی استخبارات طالبان را در شهر کابل کشتیم. آمریکا و اوزبکستان درباره هواپیماهای ارتش پیشین افغانستان به توافق رسیدند. یک روحانی هراتی وزیر تحصیلات طالبان را به مناظره دعوت کرد. ادعای تجاوز جنسی یک کارمند امر به معروف طالبان در خدیر دایکندی بر یک دختر جوان. و خبر اخیر که کوچی ها در بهسود به خاطر سختنی موترشان از باشندگان محل خسارت گرفتند. مشروع خبرها منابع محلی در بادغیز می گویند که یک زن در این ولایت شوهر و پسرش را با گلوله به قتل رسانده است. منابع به روزنامه هشت صبح گفتند که این رویداد دوشنبه شب پنج بالا در رستای قلعه ولی ولسفالی غرماج رخ داده است. دلیل این رویداد خشونت خانوادگی عنوان شده است. مسئولان محلی طالبان در بادغیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خشونت خانوادگی در میان شهروندان کشور به دلیل چالش های اقتصادی افزایش یافته است. این در حالی است که پیشتر نیز مردی در ولسوالی دامان قندهار همسر خود را به دلیل گریه کودکش با تبر به قتل رساند. منابع محلی در قندهار می گویند که مردی در این ولایت همسر خود را به دلیل گریه کودکش با تبر به قتل رسانده است. منابع به روزنامه هشت صبح گفتند که این رویداد ناوقت روز دوشنبه پنجم سنبله در روستای غره ولسوالی دامان رخ داده است به گفته منابع طالبان این مرد و خانم دومش را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند طبق اطلاعات مقتول چند ماه پیش و پس از فوت شوهر نخستش با برادر او ازدواج کرده بود گفتنی است که در این اواخر رویدادهای جنایی در قندهار به گونه بیپیشینه ای افزایش یافته است چند روز پیش نیز مردی در این ولایت دامادش را پس از درگیری لفظی با شلیک گلوله به قتل رساند دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید که طالبان پس از توافق دوحه بر نظامیان ایالات متحده در افغانستان حمله نکردند ترامپ روز دوشنبه پنج سنبوله در گفتگوی با شان رایان نظامی پیشین آمریکایی طالبان را جنگجویان خوب توصیف کرده و گفته است که این گروه در جریان هجده ماه پس از توافق دوحه به هیچ سرباز این کشور در افغانستان حمله نکرد بر اساس گزارش رسانه های بین المللی و همچنان در این گفتگو از پاسخ دادن به سوال در مورد بیعتنای مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به این مجلس خودداری کرده است. چند پیش دست کم 300 هزار امضا کننده در تومار آنلاین از کانگرس آمریکا خواستند تا مسعود را برای شهادت دعوت کند. جمع آوری امضا در این مورد از سوی شان رایان راه اندازی شده بود. ترامپ در پاسخ به سوال رایان در مورد بی اتنای مکال گفته است. راستش وقتی گفتی مکال مرد خوبی است تعجب کردم. امضا کنندگان همچنان از کمک های مالی ایالات متحده به طالبان انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که چهار جنگجوی استخبارات طالبان را در شهر کابل کشته است. این جبهه با نشر خبرنامه گفته است که نیروهایش شام روز دوشنبه پنجم سنبله فضل حق حقانی از سردسته های استخبارات طالبان را در نزدیکی پسته بازرسی این گروه در سرک روزها در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل هدف قرار دادند. بر بنیاد ادعا در نتیجه این رویداد دو عضو دیگر استخبارات طالبان زخمی شدند. در خبرنامه آمده است در این عملیات یک موتر هایلکس استخبارات گروه طالبان تخریب شده و سرنوشت ملا پس از این حمله اطلاعات دقیق در دست نیست نوار تصویری نیز از جریان این حمله نش شده است طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند سفیر آمریکا در اوزبکستان اعلام کرده است که دو کشور درباره سرنوشت هواپیماهای ارتش پیشین افغانستان به توافق رسیدند و این تجهیزات نظامی در تاشکند باقی خواهد ماند. جاناتان هنیک سفیر آمریکا در ازبکستان روز دوشنبه پنج بالا به رسانه های ازبکستانی گفته است که تاشکند و واشنگتن بر سر هواپیماهای های نظامی ارتش پیشین افغانستان به توافق رسیدند. هنیک توضیح داده است این هواپیماها ها هرگز به افغان ها تعلق نداشت بلکه متعلق به امریکا بودند و ارتش افغانستان از آنها استفاده می کرد. اما مالکیت آنها همیشه با آمریکا بود بر اساس این توافق 46 هواپیما و بالگرد ارتش پیشین افغانستان در ازبکستان باقی خواهد ماند از سوی دیگر طالبان مدعی هستند که این هواپیماها متعلق به افغانستان است و باید به این کشور بازگردانده شوند سبغت الله مولوی زاده روحانی ناماشنای هرات سخنان ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان را رد کرده و او را به مناظره درباره آموزش دختران دعوت کرده است مولوی زاده روز دوشنبه پنجم سنبله در یک نوار تصویری گفته است که اظهارات وزیر تحصیلات عالی طالبان درباره ممنوعیت تحصیل دختران نظر شخصی اوست و مشروعیت دینی ندارد و تاکید کرد که بیشتر علمای افغانستان با حق تحصیل دختران موافق هستند و این مسئله از دیدگاه اسلام جایز است. وزیر تحصیلات عالی طالبان چند روز پیش اعلام کرده بود که پرسش درباره تحصیل دختران تا اطلاع بعدی ممنوع است. ندیم همچنین اشاره کرده بود که های دین در حال تحقیق درباره جایز بودن تحصیل دختران هستند. و افزوده بود ما طالبان هر اقدامی را مطابق شریعت انجام می دهیم. اگر کسی در مورد آموزش دختران بر اساس فقه هنفی و معصنات را کند، مطمئن هستم که این مسئله حل خواهد شد. منابع محلی در دایکندی میگویند که یک کارمند اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی خدیرین ولایت بر یک دختر جوان تجاوز جنسی کرده است. دست کم دو منبع موثق بر روزنامه اطلاعات روز تایید کردند که یک دختر جوان روز جمعه دوی سنبوله از سوی فردی به اسم نصرت پارسا مدیر مالی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی خدیر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. به گفته منابع این دختر جوان از باشندگان منطقه کرگه ولسفاله خدیر است و برای خرید به با بازار این منطقه رفته بود که از سوی این کارمند طالبان با تهدید و زور به یک محل خلوت برده شده و مورد تجاوز قرار گرفته است. منابع می گویند که نصرت پارسا نیز از باشندگان منطقه کرگه است و این اتفاق در نزدیکی بازار این منطقه رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع این کارمند طالبان خانواده دختر را تهدید کرده و با استفاده از نفوذ خود در اداره محلی این گروه تا کنون جلوی هر گونه اقدام خانواده دختر را گرفته است. منابع در ولسوالی بهسود میدان وردک میگویند که اخیرا یک موتر به یک موترسایکل متعلق به کوچی ها در بازار ساحه شینی مرک به گونه مرموز آتش گرفتند اما کوچی ها پنج نفر از باشندگان محل را که آتش را مهار کردند مقصر دانستند و از آنان حدود 200 هزار افغانی خسارت گرفتند یک منبع در پیام برزنامه اطلاعات روز گفت هندو و سایت کوچی ها ترسوده بودند و از اول بهار به این سو در جوار کلینیک شین مرک پارک بودند و به تاریخ بسیار کسد دوچار آتش سوزی شدند. این منبع مدعی است که موتر و موتورسایکل کوچی ها ترسوده و غیر قابل ترمیم بودند و خود کوچی ها آنها را با آتش کشیدند. یک از باشندگان محل ادعا دارد که کوچی ها قصد داشتند با این آتش سوزی بازار و کلینیک ساحه شینی را با آتش بکشند. به گفته منابع پس از این آتش سوزی طالبان پنج نفر را بازداشت و پس از دو روز آزاد می کنند. منبع گفت که طالبان این پنج نفر را پس از 24 اسد به مرکز ولسواری خواسته و از آنان می خواهند که تاوان ها را بپردازند. من افزود، حکومت محلی مرکز بهسود بدون هیچ گونه بررسی و شواهد 185 هزار افغانی را بر پنج باشنده محل تاوان می گذارد. و گفته منابع این پنج نفر شامل دیدار رحیمی روحانی منطقه غدیر راننده نبی حسینی ارباب منطقه مبین متنفذ قومی و علیداد گارد کلینیک ساحه هستند منابع گویند که این پنج نفر از کسانی بودند که برای مهار آتش تلاش کردند تا آتش به دکانها و کلینیک نرسد سپاسگزارم از اینکه تا این بخش خبری ما را همراهی کردید تا برنامه بعد خدا نگهدار